بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله. یه مسئله راجع به نماز، یکی هم راجع به وصیت میخوام عرض کنم. راجع به نماز، اگر کسی صبح شد دید که آفتاب، خیال که آفتاب زده، آفتاب نزده بود، اما خیال که نمازش قضا شده، یه خودم قصه خورد. چقدر خوب آدم قصه بخوره. بعضی پولشون گم میشه قصه میخوره، اما نمازشون قضا میشه قصه نمیخوره. قصه هم خورد، اما خب پشت وضو گرفت و نماز قضا خوند. بعد دید اشتباه کرده، نیم ساعت داریم با آفتاب. همون موقع فهمید، همون موقع که آفتاب نزده بود ساعت رو نگاه کرد و دید و نبو اشتباه کرده، صبح نشد آفتاب نزده، خوشحال شد. اون دفعه قصه خورد یه ثواب، حالا خوشحال شد یه ثواب، پا میشه باید چیکار کنه؟ دو رکعت نماز ادا بخونه دیگه. اون موقع که خون به نیت چی خونده بود؟ قضا. حالا که فهمید آفتاب نزده باید نماز ادا بخونه. حالا اگه بعد آفتاب فهمید که اون موقع اشتباه کرده بوده چی؟ بعد از اینکه آفتاب زد فهمید اون موقع که نماز قضا خونده آفتاب نزده بوده، میگن باید دو رکعت نماز قضای دیگه بخونه. اون نماز قضا به درد نخورد. چرا؟ برای اینکه اون موقع قضا نبود، اون موقع قضا نبود. حالا بعد از آفتاب فهمید که اشتباه کرده، اون موقع نماز قضا خونده ادا بوده. بعد از آفتاب فهمید. مثل ما یه وقتی یک و نیم و از اون صبح نماز صبح خوندیم، 62 قمری، یعنی 62 سال قبل پشت سر استادمون مرحوم آشقیفر برهان نماز جماعت خوندیم، یک و نیم و از اون صبح. هوا روشن بود، مهتاب بود، هوا کیلان دماوندم صاف بود. ایشون خیال که صبح شده، اوقاتش هم تلخ بود که چرا طلبه ها اون شب نماز شب نخوندن. ما از ترسمون دیگه دویدیم دم رودخونه وضو گرفتیم، اومدیم الله اکبر. بعد ایشون درس شروع کرد، چراغ فانوسی برق نبود، چراغ نبود، چراغ فانوسی. هر چی نشستیم دیدیم هوا، ساعت هم رایج نبود مثل حالا 62 سال قبل همه ساعت داشته باشن. فهمیدیم که اون موقع، اما کی فهمیدیم؟ هنو آفتاب نزده بود فهمیدیم اشتباه شده، دو مرتبه بخوندیم. پس مسئله رو فهمیدیم. حالا به عکس، به عکس اون مسئله اول، اگر شما خیال کردی آفتاب نزده نماز چی خوندی؟ ادا. بعد یهو دیدی آفتاب، به درخت خونتون آفتاب، به اون درها پنجره ها آفتاب پیدا، فهمیدی که عجب اشتباهی، اون نماز ادایی که خوندی بی خود بود. حالا باید نماز چی بخونی؟ قضا. چون اون موقع قضا بوده که شما ادا خوندی، آفتاب زده بوده، باید یه نماز قضا بخونی. اون نماز ادایی که خوندی بی خود بود، چون ادا نبود اون موقع. اون موقع چی بود؟ قضا. اما راجع به وصیت، خیلی ها نمیدونن که اگر کسی وصیت نکنه ثلث نداره. میرن چلو کباب میخورن، میگن که از ثلثش داریم خرج میکنیم. چی؟ وصیت نکرده، این صغیر داره، این صغیر داره، چرا چلو کباب میدی؟ مردم حرام میخورن. پس چیکار کنیم؟ آبرو داریم، آبرو داری، پسر ارشد عجیب خودش خرج کنه، زنش طلاها رو بفروشه عجیبش خرج کنه، چرا اموال صغیر وصیت نکرده ای؟ پس اینی که میگن ثلث مال کیاست؟ مال اوناست که وصیت کنن که ثلث من خرج خودم بکنم. اگه وصیت نکنی ثلث نداری، یا باید بنویسی روی کاغذ ثلث من رو خرج من بکنی. اما حدیث بگم، بسم الله الرحمن الرحیم. سأل اعرابی علی علیه السلام، یا عربی اومد پیش امیرون علیه السلام پرسید ان درجات المحبین ماهیه، پرسید اینایی که عاشق خدان و محب خدان برای ما درجاتشو بگو، اونایی که دوست خدان و عاشق خدان، درجات اونا رو برای من بگو یا علی. حضرت فرمود ادنا درجاتهم، یعنی دیگه خلاصه اون پایین ترین درجات محبین اینه که من میگم، و الا خیلی درجات داره که آخر سر میگم. اون پایین 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 درجه عاشقان خدا و محبین خدا اینه که
من استسقل طاعته، طاعت خودشون خوشیک میشمارد، نماز شب میخونه، نماز جماعت میخونه، این همه کار خیر کرده، بیمارستان ساخته، برای آموزش پرورش مدرسه داده، خیلی خونه خریده، ولی اینا رو همه رو کوچیک میشمارد. و از تعظم از زنبه یه دو تا سه تا گناه که کرده گناهاشو بزرگ میشمارد. این پایین ترین درجات محبینه که کارا خوبشو کوچیک میشمارد و کارای بدشو بزرگ میشمارد. که نکنه خدا منو در قیامت به جهنم ببره برای این کار بدم. حالا خیلی کارای خوب کرده اما کارا خوبش در نظرش کمه. اینه، ما نباید کارا خوبمون در نظرمون زیاد باشه، همش هی بگیم به اون حجری که بوسیدن، همون پدر تو در میاره، همون مکه که رفتی برای ریا کی میگه به اون حجری که بوسیدم میخوای به رخ مردم بکشی من مکه رفت 20 دفعه رفتم اگه خدا قبول کنه مکه. خیلی قبول میکنه. خیلی خواهر بدبختت بیچاره است، نون نداره بخوره، دخترش میخواد شوهر کنه جهاز نداره، تو میگی 20 دفعه مکه رفتم. به نظرش هم بزرگ میاد ها، 20 دفعه مکه رفتم. اینا محبین خدا نیستن، اینا عاشق خدا نیستن. عاشق خدا اینست که کار خیرشو کوچیک بشماره، همش احتمال بده این کارهای خوبی که کرده قبول نشده باشه در درگاه خدا، مکهش قبول نشده باشه، کربلاش قبول نشده باشه، بیمارستان ساخته قبول نشده باشه، همش احتمالشو بده نمازاش شاد قبول نباشه، گناهان کوچیکشو بزرگ بشموره. به عکس باد باشه، نه گناهانشو کوچیک بشموره و طاعاتشو بزرگ بشموره. اون درجه محبین نیست. درجه محبین نیست که کارا خوبشو کوچیک بشموره، همش خوف تو دلش باشه، همش ترس تو دلش باشه، در این که این همه کار خوب کرده بازم ترس داشته باشه که نکنه که مورد رضایت خدا نباشه کارای من، نه مغرور باشه، نه عجب کنه. عجب خودشو همیشه کوچیک بشماره. امام زین العابدین علیه السلام در دعای ابو حمزه عرض میکنه خدایا از زین العابدین بدترم تو بنده هات هست، اصلا و حالا منی. معصوم امام چهارم مدال بهش دادن، لقب بهش دادن، انت زین العابدین، انقدر عبادت کرده که لقب انت زین العابدین بهش دادن، درجه گرفته، انت زین تو زینت عبادت کننده هستی. این پیشونی که سال چند دفعه مقراض میکردن از بس سجده میکرد اینجا پینه میبست گوش اضافه مقراض میکردن این پینه ها رو سالی یکی دو دفعه، این همه عبادت میکرده تازه میگه خدایا تو بنده ها از من بنده کن بدترم داری، طاعتشو کوچیک میشمره و گناهانشونو بزرگ میشمره. اینا درس اخلاقه. ممکنه 50 سال شما نماز بخونی، روزه درس هم بخونی، اما اینو ندونی که آدم طاعتشو کوچیک بشمره. این پایین ترین درجات محبین خداست و عاشقان خداست. پایین ترش چیه؟ حفظ کردین؟ اینی که استسقل طاعته و استعظم ذنبه، طاعت خدا رو کوچیک بشموره، صغیر بشموره، میگه ما که کاری نکردیم، ما که کاری نکردیم، و گناهانشو بزرگ بشموره، بگه نکنه خدا واسه اون یه دونه گناه پدر من در بیاره، نکنه واسه اون یه دونه گناه خدا من جهنم ببره، نکنه خدا واسه اون یه دونه گناه من جهنم ببره، چه گناهی کردم، چه گناهی کردم. حالا گناهش هم خیلی مهم نیست اما به نظر این بزرگ میاد، اینقدر خدا رو بزرگ میدونه که گناهش بزرگ میاد به نظرش. و هو یظن، و تازه با همه این حال بازم گمون میکنه که لیس فی الدارین مأخوذ غیره، بازم گمونش اینه که در دنیا و آخرت غیر او رو کسی مؤاخذه نمیکنه، فقط خدا او رو مؤاخذه میکنه.
خودشو بدتر از همه میدونه. مثلا گمان میکنه که خدا مؤاخذه نمیکنه مگر از او، از هیچ کسی مؤاخذه نمیکنه، همه بهشتی هست، فقط خودش جهنمی با اون همه عباداتی که کرده. و هو تا حالا این حدیث رو ندیده بودم، خیلی حدیث جالبیه. و هو یزون در جامع الحدیث جلد 14 که مرحوم آیت الله بروجردی این کتاب رو دستور دادن جمع آوری شد، من در درسشون بودم، برای طلبه ها بگم بد نیست. یه وقتی ایشون راجع به یه فرع فقهی در درس صحبت میکردن، فرمودن که این روایات تقطیع شده، یعنی یه روایتی که از معصوم رسیده راجع به دو سه موضوع، راجع به حج و نماز و زکات، اینا تقطیع شده، علما برداشتن اون قسمتیش که راجع به حج در کتاب حج نوشتن، اونی که راجع به صلات در صلات، اونی که راجع به تقطیع شده و اینا باید یه جا باشه. چون تقطیع شده اگه یه جا باشه، چه بسا اون تیکه دوم قرینه باشه برای اینکه اون تیکه اول معنای دیگه داره. طلبه‌ها که در سطح بالا هستن به دردشون خوردی حرف. حدیث اگه یه جا باشه از آخر حدیث معلوم میشه که اول حدیث چیز دیگه اراده شده، ولی این کاری که شده اشتباه تقطیع، لذا ایشون دستور دادن احادیث اسمش شد جامع الاحادیث، کتابخونه ظاهرا داشته باشه. این حدیث از اونجا نقل شده تو این کتاب. مرحوم آقای بروجردی دستور دادن این کتاب 20 جلد ضخیمه، جامع الاحادیث، شاید الان خیلی هم بیرون باشه اگه کسی بخواد بخره، شاید 40,000-50,000 تومان، شاید هم بیشتر. این کتاب ارزش داره، جامع الاحادیث. خیلی فکر خوبی داشت آقای بروجردی، خیلی مطلب مهم میفرمودن و دستور دادن این کتاب باید این احادیث یه جا جمع بشه. زحمت هم کشیدن، عده‌ای کمک آقای بروجردی شدن، بله، عده‌ای از مجتهدین و علما نشستن و این کار کردن. این کار پر زحمتی بود، یک نفر نمیتونست این کار انجام بده، عده‌ای از مجتهدین اعتراض اول که دور بر آقای بروجردی بودن نشستن و این کتاب رو کامل کردن. خدا درجات مرحوم آیت الله بروجردی عالی است متعالی بفرماید. بله، ما خوشیم که یکی از اساتید من ایشون بوده، خوشحالم. پس خیلی تیکه عالی ها، تازه این همه کار خوب کرده، تازه یزنو ان لیس فی الدارین مأخوذ غیره، تازه گمونش اینه که در دو دنیا کسی مؤاخذه نمیشه غیر او، فقط او مورد مؤاخذه است، هیچ بنده ای مورد مؤاخذه نیست، یعنی خودش از همه عالم بدتر میدونه. این پایین ترین درجات آدم های خوبه و محبین خدا هست. آدم های خوب پایین درجه شون اینه. فغشی علال اعرابی، قش کرد. این عربی که این حرف رو شنید حالش به هم خورد و افتاد، قش کرد. خیلی مطلبه. حال این عرب به هم خورد و قش کرد. و بعد فلما افاق، یه چند دقیقه که گذشت حالش جا اومد. وقتی خوش آمد قال هل درجتون اعلا منها، یا رسول الله درجه بالاتر از این هم هست بفرمایید. از این بالاتر هم درجه هست که کسی گناهانش رو بزرگ بشموره و عباداتش رو کوچیک بشموره و گمونش هم این باشه که فقط خدا از او مؤاخذه میکنه، از هیچ بنده ای مؤاخذه نمیکنه، درجه بالاتر از اینم هست. قال علیه السلام نعم 70 درجه. فرمودن 70 درجه دیگه هست و نفرمودن، فرمودن 70 درجه هست. جز اسرار بوده، اگه اون 70 درجه رو میگفت که این بنده خدا اونجا طلب بشه. خیلی چیزا رو ائمه نفرمودن. 90,000 حدیث در این روایت دیدم امام علیه السلام، ظاهرا امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، تردید دارم، به جابر جوفی فرمودن، فرمودن 30,000 تاشو تا من زندم بگو، 30,000 تاشو هم وقتی مردم بگو، 30,000 تاشو اصلا نگو، جزء اسراره. میگه من یه شبه جنونی دارم پیدا شد، چون احادیث نمیتونستم بگم. فرمودن 30,000 تاشو در زمان من بگی مانعی نداره، 30,000 تاشو من که مردم بگو، 30,000 تاشو اصلا نگو،
میگه یه شبه جنونی، من نمیتونستم احادیث بگم، ناراحتی رفتم خدمت امام علیه السلام، گفتم چه کنم آقا حالم به هم خورده، شما فرمودین نگو نگو، من دارم دیوونه میشم. حضرت فرمود برو تو بیابون یه چاه بکن، سرتو تو چاه بکن، اونجا بگو حدثنی جعفر ابن محمد کذا و کذا، حدثنی حدثنی محمد ابن علی، حدیثا رو تو چاه بگو، سرتو بگون تو چاه، دق و دلی تو خالی کن، حدیثا رو بگو، حالا جا میاد. وقت روزا میرفت تو بیابون سرشو توی چاه میکرد، حدیثایی که جزء اسرار اهل بیت بود اینا رو سرشو تو چاه میکرد، به اینها رو میگفت. خیلی خوبه این چیزا رو مردم بشنون، یه قضیه بفهمن که به این دو رکعت نماز ما بهش نمیریم، ما خیلی گرفتیم. خدایا توفیق عمل به این احادیث به همه ما مرحمت بفرما، گرفتاری های مسلمین رو اصلاح فرما، و صلی الله علی محمد.